سلام، یک و سابسکراب یادتون نره. این بازی با دو تا وسیله ساده، یعنی چش و درب بزرگی که داخل هر خونه ای هست، قابل اجراست. پس یه بهونه چیه؟ برخلاف ظاهر ساده و قابل اجراش، این بازی بسیار مناسبه برای کودک. هم برای مهارت دستورزی کودک استفاده میشه و برای تقویت هماهنگی چشم و دست کودک، و مهمتر این که برای آموزش غیر مستقیم اعداد، حروف و رنگا و خیلی چیزهای دیگه میتونیم از این استفاده کنیم. فقط حواستون باشه که این دربا خوب چسبونده بشن که مثل این پشت صحنه ویدیوی من یه تفلق نپرن. حالا بریم که ادامه ویدیو داشته باشیم. این بازی ها علاوه بر اینکه باعث مهارت دستورزی و آموزش غیر مستقیم کودک میشه، یه زمان با کیفیت مادر فرزندی ایجاد میکنه که میتونی نهایت استفاده رو ازش ببری. مثلا این بازی که طراحی میکنم با دخترم انجام میدیم، وسطش کلی با هم دیگه گفتگو میکنیم، حرف میزنیم در مورد چیزهای مختلف و یا آموزش‌های دیگر هم داخلش میذارم. مثلا اینجا آموزش‌های اعداد و حروف رو گذاشتم و با هم دیگه تمرین کردیم، انجام دادیم، در موردش کلی حرف زدیم و این بازی ساعت‌ها طول کشید که یه بخشش رو داخل اینجا گذاشتم می‌بینید. و در واقع می‌خوام بگم از این بستر می‌تونید نهایت استفاده رو ببرید. بسته به علایق و سلیقه کودکتون داخلش بازی‌های مختلفی بچینید و با هم دیگه انجام بدید و یه زمان با کیفیت مادر فرزندی بسازید. پس از این بازی‌ها غافل نشید. Ha ha ha!